نجیولا آریامهر از دانشکده تعلیم و تربیه دانشگاه بلخ گواهی نامه گرفته است. او سال پار بورسیه تحصیلی در مقطع ماستری در بخش مدیریت را از کشور روسیه به دست آورد، اما به علت بیماری کرونا و بسته بودن مرزها ناگزیر شد تا یک سال دوره زبان را از روسیه به گونه آنلاین بخواند. اکنون باید برای تحصیل به روسیه برود، اما به علت آنکه گذرنامه‌اش باید تمدید شود از این سفر باز مانده است. صدای ما را هیچ کسی نمیشنوه. مشکل ما بسیار جدی است. گذشته از اینکه ما دوره زبان ما را که آنلاین گذشتاندیم بسیار چالش های زیاد داشتیم. شما مشکلات افغانستان را میفهمین. این دانشجویان میگویند که درس هایشان از 3 هفته بدین سو آغاز شده است و اگر گذرنامه هایشان تمدید نشوند از برنامه های آموزشی محروم خواهند شد. خواست از اونها از ما ای است که ما باید پاسپورت های ما را هرچی عاجل تمدید کنیم تا به ما ویزا بده و از درسای ما نمانیم. با زودترین فرصت ما پاسپورت های خود را تمدید نکنیم. ما این بورسیه که تا این سالها زحمت کشیدیم از دست خواهیم داد. منابع میگویند که سالانه به گونه میانگین تا 2000 دانشجو برای ادامه تحصیل در بخش های لیسانس، ماستری و دکترا به کشورهای روسیه، هند، ایران، چین، پاکستان، ازبکستان، ژاپن، ترکیه و شماره دیگر از کشورها می روید. در 20 سال گذشته بیش از 40,000 دانشجو از بورسیه های آموزشی بهره مند شده اند. درس های ما به مدت 3 هفته شده است که به شکل حضوری شروع است، اما ما به خاطر نداشتن پاسپورت و تمدید نکردن پاسپورت های ما در افغانستان ماندیم. در این میان مسئولان حکومت کنونی میگویند که تلاش ها برای فراهم سازی زمینه های آموزشی و نیز جذب دانش آموختگان به نهادهای دولتی ادامه دارند. جوانانی که تحصیل میبینن یا کار میکنن و در کشور جذب خواهد شدن، این کشورشان است، در ارگان های امنیتی کار خواهد کردن. ما اردو میسازیم، همچنان پلیس میسازیم، ارگان استخبارات میسازیم. او در ضمن از اینکه شاید مسئولین از ما هم داری باشه، به جوانای کادرها و مسلکی هم نیاز است. با این همه این دانشجویان تاکید می‌ورزند که اگر به چالش‌هایشان رسیدگی نشود، به سرنوشت خواهند شد، کاری که به گفته آنان جبران ناپذیر خواهد بود.